اولین سوال من از شما اینه که وضعیت آقای کروبی الان چگونه است؟ آیا شما اطلاعاتی دارید که ما نداریم یا ملت ندارن که بتونیم بهشون بدیم؟ به نام خدا سلام به شما و بیاندگار برنامتون من هم خوش آرام در خدمت شما هستم ببینید خبر ویژه که طبیعتاً کمتر کسی داره ولی اون چه شون به لحاظ سلامتی خیلی افت کرده من یادم یکی از علاقه ایشون همیشه روزه گرفتن بود امسال اولین سالی بود که نتونست روزه بگیره خبری که من دارم خب مشکل ناراحتی <applause> کمرشون داشت تشدید شده لاغری ایشون بیش از حد شده خبر دارم اما اون چه خبر خبری مهمی که فکر میکنم مردم توقع دارن بشون که آقای کروی بر مواضعش سفتر شده که شل نشده اینو این شما مهم. خبر دارید بله که این چیزیه که سفتر یعنی چی یعنی اینکه به راهی که شروع کرده و بعضی‌ها میگفتن که حالا شاید یه مقدارش احساسی باشه فضا آروم بشه <applause> نه ایشون به راهش کماکان اعتقاد داره و حتی من شاید هم گفته که من روزانه چندین بار سجده شکر به میارم به خاطر راهی که شروع کردم و در کنار مردم قرار گرفتم شما خودت چند سال آی بیکار کار کردین سی سال یه جورایی که حساب کنیم از سال 1161 از تیر ماه 61 تا 89 حالا بعضا مستقیم باشون کار کردم ولی همیشه در ارتباط بودم یعنی حداقل 28 سال ارتباط داشتم اون آدمی که با این هواش ارتباط بودی آیا هیچ فکر میکردی که این آدم تو همون نظامی که اینقدر آقای کروبی مثلا بایت الله خمینی احترام میذاشت همون نظام این رو بذاره در حصر و حبس خانگی شما واقعا این فکر رو میکردی چهار سال مثلا شده الان ببینید نه من فکر رو نمیکردم خودش رو خودش هم فکر نه. من به شما بگم یه موقعی یه نفری به من گفت مثلا سال 71 72 اون موقع ها که دارن برای آقای کروی پرونده سازی میکنن درستم بود حالا بعضی از افرادم در رأس این پرونده از جمله آقای ناطق نوری که حالا بب. شاید خودشون هم پشیمونن من با کرو گفتم گفت. خیر شاید پشیمونه ناطق نوری یا نه به نظرم یه علائمی از پشیمونی نشون داده من با کرو گفتم با گفت خب من که خبر دارم ولی مطمئن باش تا جمهوری اسلامی است من زندان نمیرم حالا با خنده و شوخی این چیزی که به بم... من خب داتستان کل کشور گفته که از زمانی که های روحانی رئیس جمهور شدن و رئیس شورای امنیت ملی طبیعتا حتی یک بار هم موضوع هست در دستور کار این شورا نبوده به نظر شما چرا به نظرم بهتره که قبل از اینکه من شما نظر بدم آقای روحانی خودش یا تکذیب کنه یا تایید کنه چون برای مسئله خیلی مهمه آقای دوستان ای کل کشور گفته دیگه حالا دقیقاً همین دیگه آقای روحانی یکی از وعده های انتخاباتش این بوده بله ممکنه ایشون بیاد بگه من در شورا رأی کامل رو ندارم م. اما نمیتونه قبول بکنه که هیچ تلاشی نکرده برای اینکه یکی از وعده های انتخاباتی ایشون بوده بله. و به نظرم ایشون اگر تکذیب نکنه یعنی حرف دادستان کل کشور درسته خب شما راجب قبلا خود خب سخنگوی دولت گفته بود که در پشت پرده اقداماتی صورت گرفته چقدر فکر میکنین که این این روش های روحانی است پشت پرده و لابی گری و این حرفا آیا لابی داره میشه برای رفع هست؟ ببینید گمان میکنم لابی به اون معنا اثر نداره برای اینکه آقای خامنه ای اول به صورت خاص شخصا رو این پرونده خودش هست و انگیزه داره که ادامه پیدا کنه و دوم کسانی که به آقای خامنه نزدیک هستند میگن ایشون فشار براش اثر نداره و حتی اگر در مسئله حقی بهش فشار بیادشون برعکس عمل خواهد کرد این چیزی نیست که من میگم الان دیگه فرصت نیست کتاب خاطرات آقای ناطق نوری در همین کتاب ایشون به صراحت نمیشه آقا طوری هستن که اگه در یک موضوعی حتی حق باشه کسانی بخوان مسئله رو بهشون تحمیل کنن ایشون مخالفت خواهند کرد یعنی مطمئنا لابی به این معنا اگه قرار باشه فشارهای اجتماعی نباشه و کارهای مؤثر نباشه لابی تاثیر نخواهد داشت برای شخص آقای خامنه ای باید تصمیم بگیره یعنی آقای روحانی پس تمام که زدن مملی بر آزادی زندانیان سیاسی و ادای انتخاباتی بود و شخص های خامنه ای به نظر شما اگر نخواد این اتفاق صورت نمیگیره پس ما اصلا به روحانی کار نداشته باشیم ببینید ما نمیتونیم انگیزی کنیم اما علائم و شواهدی که وجود داره نشون میده آقای روحانی کاری نکرده عرض میکنم آخرین اشتباه کل کشور آقای روحانی این موضوع کوچیکی نیست بگه حالا یه نفر یه حرف بی ربطی زده دادستان کل کشور اومده آقای روحانی رو متهم کرده به نقض وعده های انتخاباتیش آقای متحری این هفته تو مجلس شلوغ کرد کتک خورد کتک زد <applause> و اینها چرا فکر میکنین که حالا این وسط این داستان یه دفعه آقای متحری داره اینقدر پافشاری میکنه چه منافعی میبینه با اینکه موازه خود آقای متحری در طول این سالیان هم اصلا یک اصلاح طلب دو نبوده که حالا بگیم که داره از اون جناح دفاع میکنه اینها دنبال چیست آقای متحری حالا اصلاح طلب دو که اونم آتیششون چیزی رو نسوزوند خیلی جای چیز نداره ولی آقای متحری یک شخصیت ویژه‌ای داره ببینید تنها کسیه که وقتی بحث نامه آقای کروبی وای رفسنجانی در مورد تجاوز در زندان کهریزک مطرح شد، آقای متحری مصاحبه هست. اومد یه جوری مصاحبه کرد که گویا حرفای آقای کروبی درسته. یعنی یه ویژگی خاص خودشو داره. یه نکته دیگه وجود داره به نظر من رفتار آقای خامنه این حرف من پارسال هم قبل از انتخابات گفتم. رفتار آقای خامنه‌ای طوری که حتی بعضی از اطرافیانش رو عصبی میکنه و وادار به واکنش میکنه پارسال وقتی در یک سال پیش در انتخابات آقای قاسم سلیمانی از قالیباف حمایت کرد با اینکه همه گفتن آقای خامنه‌ای نظرش رو جلیلی یا کسی دیگه است من اونجا توی مسابقه رادیو صدا آمریکا گفتم گفتم این قاسم سلیمانی داره با آقای خامنه‌ای میگه اینطوری نیست که تو هر کاری بکنی ما سکوت بکن. یه یعنی جاهایی میدونست قرار نیست قالیباف رئیس بشه به نظرم بخشی از کاری که آقای متحریم میکنه زمینه که آقایی که انسانی بر عقایدش استوار همونطور که با ساپورت پوشی مخالفه با این هستم مخالفه اما یه بخشی هم در واقع یک نوع و اعتراض با آقای به نظر من بالاخره یه گروهی تلاش کردن که در طول این چهار سال آقای موسوی و آقای کروبی و خانم راهنورد رو مجبور به عذرخواهی بکنند آیا فکر میکنید که تلاش در این زمین تلاش جدی صورت گرفته برای عذرخواهی آیا اصلا چنین گزینه‌ای براشون هست مثلا برای کروبی بزرگترین نشانه ای که ثابت میکنه برای تراش شده صحبت خود آقای خامنه یک سال خورده پیش ایشون گفتش که این آقایون حاضر نیستن حتی در خصوصی هم معذرت خواهی بکنند این نشون میده که ازشون خواستن م. یعنی اگه هیچ خبری هم ما همین صحبت های رهبر کفایت میکرد که نشون نه خواستن بیدی... آره ولی اینکه آیا کسی مثلا داره تلاش میکنه که این معامله رو جوش بده و آقایان به آغوش نظام برگردم یا نه گمان نمی کنم ببینید یک بار یه نقل قول من از آقای کروبی شنیدم گفته بود که اوایل کارای کردن ولی بعدش یه جوری باشن برخورد کردم که به خودشون دیگه اجازه هم نمیدن از من چیزی بخوان اینو عین جمله که من ازشون شنیدم مثلا دو سال پیش گفته بود حتی دیگه به خودشون آقایون اجازه هم نمیدن چیزی از من بخوان خب به نظر شما آقای ای دنبال چی است اصلا کل نظام در در, در, در ارتباط با موسوی و کروبی و رهنورد آیا اینا باید تو حس بمانند تا بمیرند یا اینکه اتفاقی که برای آقای مثلا منتظری افتاد دنبال همین الگو به نظر شما چه اتفاقی برای اینو خواهد ببینید آقای خ... اه... کارهایی که داره اتفاق میفته اینکه از یک سال پیش شروع کردن که اینا اعدام باید گردند به نظر من آقای خامنه ای می میخواد بعد یه مننت سری بده بگه عده زیاد در حکومت از من اعدام خواستن من فقط اینا رو به حسر خانگی اکتفا لطفم کرده. دارم لطف که میگن رعفت اسلامی در واقع رعفت اسلامی اینه که تقلیل حکم اینها از اعدام به حصر خانگی. با. بیشتر به نظر میرسه که دنبال الگوی مرحوم آیت الله مداری هستن که تا آخر عمر دستز نداشته باشه چون آیت شریعت مداری هم به هر حال یک نوع محبوبیت در بخش های از ایران داشت ارتباطاتی داشت. بله. آیت خامنه ای از هر کسی و از هر گفتمانی هر پدیده‌ای که بتونه افراد رو دور هم جمع کنه واقعا وحشت داره و به همین جهت به نظر من به خصوص اینکه آیت کروی و آیت موسوی بعد از 88 یک سری طرفدار نو بهشون اضافه شده افرادی با تفکرات مختلف فقط اون حامیان سنتیشون رو ندارن گمان نمی‌کنم آقای ای تعمر رو داشته باشه که اینها رو دوباره به جامعه برگردونه نمی‌خواد هیچ وقت این کار انجام بده اگر اختیارش با خودش باشه نمیکنه ولی خیلی چیزا بهش تحمیل شده که که انتخابات آقای خامنه‌ای تحمیل شده مثلا انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته من ام. یقین دارم اولویت اول آقای خامنه‌ای آقای روحانی نبود اما فشارهای جهانی اصلا آقای خامنه‌ای فعلا در واقع دغدغه‌ای از فشارهای داخلی نداره فشارهای خارجی و به خصوص تحریم های نفتی که گلوی حکومت رو گرفت آقای خامنه‌ای رو وادار کرد در انتخابات از موضع اصلیش بیاد من یقین دارم نمی‌خوام بگم آقای روحانی خیلی فاصله داره با آقای خامنه‌ای ولی حتما اولویت اول آقای ای نبود و یقینا ریاست جمهوری آقای روحانی با آقای خامنه‌ای تحمیل شده و اولین روزی که فرصت کنه این تحمیل رو از سر خودش باز خواهد کرد یقینا آخرین باری که شما با کروبی صحبت که بود یک روز قبل از یک روز که دو روز قبل از حصر رسمی پنج شنبه ای که جمعهش آقای جنتی اومد در نماز جمعه گفتش که اینها بعد تلفنهاشون قطع شه اینترنتشون قطع شه نتونن پیام بدن بیرون علتش این بود که پیامی رو از حصر اولیه خانگی که هنوز یه نوع ارتباطاتی وجود داشت من منتقل کردم همون پیام معروف که آقای خامنهای اگر به اندازه شاه جرأت و اعتماد به نفس داره ما رو محاکمه علنی بکنه یعنی بحث محاکمه علنی چهار سال خواسته آقای کروبی و همونجا هم ایشون از سه نفر به صورت ویژه آقای روحانی، آقای قالیباف و آقای ناطق نوری که همون روز پیام داده بودن خواست که شما که حالا درخواست محاکمه کردید پیام من درخواست مجازات کردید پیام من رو هم به حکومت منتقل کنید حکومت جرات داشته باشه شما رو محاکمه علنی بکنه چطور بود حال روزش باش ببین آقای کروبی مثل همیشه خیلی محکم بود اینکه درش بحثی نیست ولی من واقعا تصور نمی‌کردم با همه شناختی که ازش داشتم که چهار سالیشون با باخره کسی که ببینید که قبل از انقلاب اینها زندان بودن شکنجه شدن اما کسی که تقریبا سی سال با اسکورت اومده و رفته دیگه زندان تعاملش براش سخته واقعا من هم تصور نمیکردم که ایشون تا این حد مقاومت کنه و روز بروز هم به روزم مقاومتش اضافه بشه شما موافقی با این موافقت م... مقاومتی که داره میکنه الان یا فکر میکنه که باید یک تعاملی بکنه از این شرایط سخت بیاد بیرون تا بتونه فعالیت سیاسی خود شد از سر بگیره دعوا سر همینه که اگر از اونجا آمد بیرون میتونه فعالیت بکنه یا نه بعد هم تعامل متاسفانه داره الان در ایران تفسیر و ترجمه شو که هر چای خامنه‌ای میگه یعنی در واقع زمین بازی رو اون داره تعیین میکنه میگیم خیلی خوب حالا آقای رفسنجانی رد شد خاتمی رد شد رفسنجانی رفسنجانی رد شد روحانی روحانی نشد قالیباف قالیباف نشد جلیلی هم بد نیست که مثلا دو سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری بیان آقای نقدی و آقای مرتضوی رو کاندیدا بکنن مردم میگن خب به خاطر اینکه مرتضوی نشه به نقدی رای بدیم یعنی در همه زمینه‌ها متأسفانه تعامل داره بد معنی میشه تعامل بنای واقعی همیشه خوبه یعنی قرار نیست کسی لجاجت کنه معروف میگن این که میگن حرف مردی که اشتباهه حرف شیطون یکیه آدم اتفاقا مرد اگه داده بشه عوض میکنه اما این تعاملی که هرچی چه آی خامله گفت خیلی خوب است چاره‌ای نیست انجام بدیم یا هرچی این جناحی که الان آی خامله هم بخشش هست که مافیای قدرت انجام بدیم اسمش تعامل نیست من با تعامل موافقم اما نه اینکه ما بشینیم زمین بازی تعیین کنند به ما بگن شما باید از این مسیر برید ما بگیم چشم بله به این جهت با این مقاومت موافقم شما هنوز پشت های کروی هستید و موافقت با تمام اگه آقای کروی دوباره بیاد بیرون بخواد رئیس جمهور بشه بشه همینی دوباره اصلا من اصلا دیگه در نظام جمهوری اسلامی هیچ رأی نخواهم داد یعنی من معتقدم ضربه ای که جمهور اسلامی به ایران زده و میزنه و به اسلام حتی زده شما ایش... عوض شدی خیلی حتما عوض شدم آره. مثلا علت استعفا از مشاوره های کروی همین بود که احساس کردم چرا عوض شدی ببینید اولا گمان میکنم که اتفاقات چند سال اخیر رو همه ما اثر یعنی اگر کسانی حتی یادداشت من در آفتابی که در داخل ایران هم می نوشن ببینن یک تغییری درش دیده میشه اومدن در این فضا چشم رو خیلی باز میکنه بدون تعارف اومدی آمریکا بله اینکه از اصلا نه آمریکا از ایران آدم وقتی دور میشه از بعضی از محاصره ها میاد بیرون و بعضی از خبرها رو بهتر میبینه دنیای دیگر رو میبینه چه چیزی تاثیر گذاشت در اینجا ببینید ا... شاید من وقتی در ایران بودم بیشتر از اینکه خبرهای آزاد رو بشنوم خبرهای تنظیم شده حکومتی که خودم هم یکی از عوامل تنظیمش بودم میشنیدم و میگفتم و میشنیدم اینجا اومدم نه تعصب ها رو کنار بشم. یعنی ببینید من به شما بگم واقعا وقتی که آیت الله خمینی زنده بود حرف که میزد ما بیشتر از اینکه به حرفش فکر کنیم محو جمالش بودیم به همین جهت وقت فکر نمیکنیم رو حرفاش الان بدون تعارف وقتی از حرفاش میشم اگه دلم برای تلویزیون رو خودم نسازم میخوام شیشه تلویزیون رو خورد کنم حرفای آیت الله خمینی, رو بعد یعنی واقعا بعضی حرفاش دادم که میشه هم همون, همون موقع هم که شما عاشق جمالش بودین یه گروه شیشه تلویزیون حتما نمیتونه یه اون روز 12 بهمن سال 50 وقتی تصویر تلویزیون که بعدن یه دم در ماه دیدنشون ولی واقعا میخوام خدمت بگم که فضای آزاد و از اون هم رو درواسی های حکومتی رو درواسی های رفاقتی این چیزی که الان به نظر من آی کروی آی موسوی هم بهش مبترم و خیلی از اصلاح داخل کشور هم مبترم. اگر از این رو درواسی بیان بیرون خیلی حرفایی میزنن که شاید منم جرات نمیکنم بزنم چقدر جالب شما اعتراف میکنی من عوض شدم و یعنی چی شدین سکولارتر شدین یا اینکه به چه سمتی عوض شدین به سمت غربی تر فرنگی تر شدین چی شده آخه ببینید من این عبارات نمی... فرنگی تری اینه چی من نه منظور اینه نه شما مثلا اصلاح طلب بودین درست میگم اگر در فرنگ یا در ایران در حوزه ملی قوم یا آکسفورد که آقای روحانی گفت ساختمان آکسفورد از روی فیزی ساختن در هر کونش اگر حرف منطقی آدم بشنوه باید قبول بکنه من, گمان می کنم که این حرف حرف درستیه کاملا که دخالت دین در سیاست و در, در حکومت هر دو رو نابود میکنه. حالا اسمش میشه سکولاریسم، بزرگ سکولاریسم. دلیل هم دارم یعنی برایش نه فقط از سر عصبانیت از حکومت جمهوری اسلامی من اون چیزی میفهمم از دین آقایم خودشون به من گفتن در دین تنها چیزی که مهمه نیت آدم هاست اگر با نیت خوب شما کار بد هم بکنی در درگاه خدا اجر داری در سیاست کاملا برعکس اصلا نه. به نیت شما نگاه نمی کنن. نتیجه کارت مهمه خب دو تا چیزی که یکیش فقط به نیت بستگی داره و یکیش به نتیجه اینا با هم دیگه کنار نمیتونن راجع به سیاست به نتیجه کار صحبت کردین عملکرد سیاسی آقای روحانی رو جوری ارزیابی میکنید در مدتی که رئیس جمهور بوده آیا دنبال نتیجه است یا نیست یا اینکه دنبال اینه که 8 سال رئیس جمهور بمونه مملکت رو همینجوری بچرخونه آقای خامنه ای راضی باشه تقریبا آب از آب تکون نخوره و جمهوری اسلامی هم اونجوری که شما میگین مثلا 8 سال دیگه هم با همین ترتیب بره جلو زیر قبای آقای خامنه ای یا اینکه نه واقعا میخواد نتیجه بگیره من فکر میکنم آقای روحانی وقت خودش رو برای نتیجه تلف کرده که اون هم نبود آقای خامنه ای میخواست یعنی حل مسئله هسته ای چیزی که آقای هم میخواست می یعنی اینکه آقای روحانی همه وعده هاش رو و همه چیزهایی که حتی وعده نداده بود ولی از یک آدم منطقی توقع می‌رفت رو گذاشته زمین که مسئله هستی رو حل کنه خود مسئله هستی منتی بر سر آقای رو آقای روحانی منتی بر سر کسی نداره چون یقینا آقای خامنه ای اصلا علتی که تن داد به یک انتخاب متفاوت در انتخابات این بود که ناچار بود روند هست حسن... مذاکرات هستی رو عوض کنه ببینید اگر آقای خامنه ای موافق نبود این روند مذاکرات رو مثل دو سال آخر احمد نژاد دو سال آخر احمد نژاد ایشون به هیچ وجه بر پرونده هستی تسلط نداشت پرونده رو به آقای روحانی نمیدادن میدادن دست آقای کماکان جلیلی کی میتونه چه راهی خامنه‌ای رو بگیره به نظر من آقای روحانی که حتی دوباره نتیجه هم بود روش اشتباهی در پیش گرفته آقای روحانی بله یعنی اینکه چسبیده به مسئله هستی میگن آقا مسئله مثلا زندان سیاسی چی میگه اول مسئله هستی رو حل کنم میگن هست چی میگه اول هستی حل میگن رابطه با آمریکا چی میگه اول هستی رو حل در حالی که اتفاقا آقای روحانی اگه میخواست حتی در موزه هستی دنیا بیشتر باورش داشته باشه بعد مسائل داخلی هم که چون مسئله هسته‌ای آلردی حل شده است یعنی خواسته حلش در وجود آی خامنه‌ای بود بل. و موافق بود کما عرض می‌کنم اگر موافق نبود ایشون اجازه تغییر روند رو نمیداد پس شما فکر این مذاکرات به این ت... به این ترتیبی که داره پیش میره پروژه مشترک آقای حتما و آقای روحانی طبیعتا من رفتار آقای ظریف رو با رفتار آقای متکی و آقای سالی مقایسه نمیکنم. خیلی بر. دیپلماتیک معابتر خیلی مؤدب تر خیلی زبان دنیا رو بهتر میفهمه اما علت انتخاب ایشون این بوده که میخواستن مسئله هسته حل کنن نه اینکه چون ایشون اومده مسئله هستی داره حل میشه خیلی تفاوت داره اگر کسی به این نظر برسه اون وقت میتونه آقای روحانی رو مثل من اعذابی کنه نه ممکنه کسی بگه آقای روحانی چون اومد مسئله هستی شما من قبول ندارم من اصلا قبول ندارم من میگم آقای روحانی آمد که مسئله هستی حل بشه خب عمل کرده شوری ارزیابی میکنه شما در این یک سال ارزو کنم به این دلیل پر از اشتباه یعنی اون چه آقای روحانی در اشتباهی کرده بزرگترین اشتباهش همون تو مسائل سیاسی کوتاه اومد اینکه وزارت کشورش رو به یکی از راست ترین و افراط ترین راست میده خب وزارت کشور قرار مرکزی باشه برای حمایت از فعالیت سیاسی من. وقتی شما آقای رحمانی فضلی رو میذارید وزیر کشوری که بیشترین فشارهایی که در تلویزیون بر گروه های اصلاح و دیگر اندیش می عاملش آقای, روحان... آقای رحمانی فضلی بود شما وقتی اصلا وزیر دادگستری هیچ کار از تو جمهوری اسلامی واقعا هیچ است ولی یه چهره منفور رو میذید وزارت دادگستری یعنی پیشاپیش یه در از خودتون ناامید به نظر من آقای روحانی با واگذاشتن مسائل داخلی به وعده چون آقای روحانی خودش خوب می‌فهمه مسئله به وعده حل مسئله هسته‌ای بزرگترین اشتباهش مرتکب شد آقای روحانی بسیار از مسائل در اول قدرتش چون اومده بود مسئله هستی حل کنه و آقای خامنه بهش محتاج بود حل کنه که امروز دیگه نمیتونه حالا شما هیچ چیز مثبت می‌بینید در آقای روحانی در این مدت بله آقای روحانی منش خودش قابل احترامه من اصلا نمیام هیچ وقت فقش... یعنی اصلا مقایسش با احمد نژاد مقایسه بسیار بی اگر اگرچه ایشون هم کار حرفای بی زده مثل هم قصه فیزی و بله. اما که اونم یه نوع فریبکاری تیپ روحانیون هست میخواد از روحانیون ساده رو به طرف خودش جذب کنه بله شما آقای محترم خیلی من این روند شما رو در این چند ساله در رسانه دنبال کردم از یک روزنامه نگار متحد رسیدیم به اومدی از ایران بیرون و تبدیل شدیم به فعال سیاسی الان هم تو رسانه ها کسی هستیم که ما بهشون مثلا تو آمریکا میگیم آنالیزور خبری کسی که میاد مواضع خاصی داشته از قبل راجع به این موازه الان صحبت میکنه، چطور فعال, سی... فعال سیاسی شدین الان؟ چطور فعال سیاسی خارج از کشور بودن؟ کاری که من میکنم اینجا، مثلا کاری که شما داریم میکنیم، ما بیرون گود نشستیم و فقط میتونیم حرف بزنیم، تحلیل کنیم. و آیا به نظر شما کار درست کردین از ایران آمدید بیرون؟ آیا چه تأثیری دارید؟ میخوام راجع به این بیشتر صحبت بکنیم که... ببینید حالا یک روز زمان نگار متحد نمیدونم تفسیرش چیه ولی من حالا خوشبختانه آرشیو یادداشت هم هست همیشه متحد, متحد منظورم ادمه... بله. بجا... که بله حداقل نشون زور. میدونم پایبندی آره. در واقع التزام به جمهوری اسلامی داشتن بله. اعتراف اعتراف میکنم اصلا بله. نمیشد کار کرد اما اینکه حتما اعتقاد هم داشتم تو بعضی از گوشه های یاد داشتم چیزایی در که ناد... حداقل به بعضی از مبانیش این نمیخوام میگم من یه روزی که از من پرسید که نظر در مورد آیت الله خمینی چی گفتم وقتی ایشون مرد 24 گریه میکردم اینطور نیست اصلا تکذیب یعنی حداقل هم رابطه عاطفی داشتم علاقه داشتم م... م... میگم چشامو رو می وقتیشون وقتی حرف میزد فکرش نمیکردیم اما به هر حال یک روز نگار داماز... منتقد بودم و اصلا علت خروج از ایران نه ولی میگم من گفتم آقای محترم چون من فکر می کنم شما خیلی شخص محترمی هستی نه نه, نه من چیز نه. من حالا ارزمینی نه اینکه این, کی... این بحث نقد نیست بحث شگافتن این بحث خیلی خوبه این اصلا. باید روشن بشه چون یکی از مشکلاتی که الان مردم دارن یا یکی از پوانهایی که جمهوری اسلامی داره اینه که مر... شرایطی ایجاد شده که مردم ایران به هیچ کسی دیگه اعتماد نمی کنن همین باعث شده به چشم به جمهوری اسلامی این رو باید رفع کرد برای مردم که علت عدم اعتماد ها رو شناسایی کرد کاری کنیم که مردم به بعضی اعتماد بکنن حالا نه به من من فکر میکنم در مجموع احساس میکنم هر چقدر الان تاثیر دارم از تا... کمتر از یک درصد تا بیشتر قطعا اگه در ایران بودم نمیتونستم تاثیر داشته باشم یعنی حرفایی که اینجا دارم میزنم این حرفا هم در واقع متاثر از 27 سال شناخت نزدیک از یک حکومت و آدم هاشه. الان حس میکنم خودم وقایع جدید رو با اطلاعات قدیم هم وقتی تحلیل میکنم شاید بتونم تحلیلی ارائه بدم که بعضی از کسانی که زودتر از من از ایران اومدن بیرون حداقل همه اون اطلاعات که من دارم رو ندارن البته ساده هم نیست من اینجا الان زندگی من از طریق کار در یک فروشگاه میگذره فعال سیاسی نون و آب نداره ولی حداقل برای من نداره و برای خیلی دیگه هم نداره اما خوشحالم که چند وقت دفعه میتونم صحبتی بکنم و واقعا به نظرم بازم جواب میدم که اگر در ایران بودم حتما این تاثیر رو نمیتونستم داشته باشم چی هست این تاثیر؟ اصلا بر روی حرف گذاری شده با سر سری وعده پایگذاری شده و سری در واقع فریبی که اولش خود من خوردم از و شستش و مغزش تا دیگران چه چه شستش مغزش ببین ما مثلا شاید شما بخندید من زمانی که انقلاب داشت میشد میگفتم خدایا حالا اصلا اینا بعد با این همین پول شاه داره همین دوز اینا پولا رو چیکار میکنن کدوم بانک مثلا میخوام برام پولا رو بزنم همین پولی که میمونه هیچ جزئی نمیشه یعنی یک آرمانگرایی عجیب غریب خب تنها نبودین شما میرین هر نفر با شما بودین بله من تنها نبودم بسیار از بزرگترها عاقل‌ترها فهمیده تر از های من شوشو چه شدن من میخوام بگم جمهوری اسلامی فقط رو همین چیزا مونده بله و اگر کسانی بتونن حتی تو بحث بوشه... و اینا هم طاغوت هم یاقوت یعنی یک تصوری از مرد درست کنیم از دیدن عکس آقای خمینی تو ماه بله تا اینکه نمی‌دونم ایشون با امام زمان در ارتباطه یا اصلا نگاهش بده مثلا ایشون پیش بینی کرده کمونیست فرو میریزه مثلا این همچین چیزایی به نظر من هر کس بتونه حتی گوشه از این باور رو لق بکنه چون هنوز خیلی باور دارن به این من قبول دارم که نسبت به ده سال پیش پنج سال پیش 15 سال پیش به تدریج کم شده ولی هر کس بتونه حتی یک نفر رو از کسانی که با همه جان پای نظام ایستادن قانع بکنه که نظام اون چیزی نیست که شما فکر می کردید و ما فکر می کردیم به گمانم خدمت هست فکر چقدر فکر میکنین که حالا که بیرون از ایران هستین نقطه نظراتی که دارین با واقعیت درون ایران واقعیت مردمی که اونجا زندگی میکنن و چیزی که اونا میخوان نزدیک یا اصلا برات مهم هست نیست ببینید اصلا کی گفته تو دنیا الان خیلی کسانی هستن که کار سیاسی میکنن خودشون هم میدونن در اقلیت محضن اما هیچ وقت به خاطر اینکه اقلیت هستن کارشون تعطیل نمیکنن شما در اقلیتی نمی... من اصلا نمیتونم ارزیابی بکنم همون با. که شما گفتید من و شما ایران نیستیم با. خیلی هم در ایران تقریبا نه سخت غیر ممکنه که شما نظر سنجی کنید چی مردم چی میخوان اما این که آدم فکر کنه حالا نظراتش رو قبول دارن یا نه این فعالیت متوقف کنه به نظر من کار عاقلانه نیست من میتونم نظرم رو بگم مردم بپذیرن یا نپذیرن یا اثر بذاره یا نذاره اما اینکه من میگم خیلی خب الان اکثر مردم مثلا اکثر که نه ولی به هر حال یه درصد بالایی از مردم با روحانی رای دارن پس من هم باید تمکین بکنم باید. و این رو قبول ندارم حکومت ایدئال شما چیست من گمان میکنم باید تو دنیا گشت اون جاهایی که هیچ حکومت حکومت ایدال الان نیست همین چیزی چیز که شما میخواین برای اونی ایران؟ که من میخوام اینه که این چیزی که تو آمریکا وجود داره تو فرانسه وجود داره تو آقای خمینی هم گفتود ما همین دموکراسی دموکراسی به این معنا که ببینید مردم به همون راحتی که نفر میبرن بالا بیان پایین این چیزو در داخل ایران هم میگن اما عمل نمیشه یعنی در ایران اصلا تصور این که آقای خامنه بیاری پایین غیر ممکنه وقتی که رئیس قوه قضاییه میگه ما در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم مثلا نمیگه عزل رهبری خب یعنی این یعنی اینکه این آدم ازش غیر ممکنه ها. جایی که یک نفر بهترین آدم حتی امکان ازش از بین بره امکان فسادش خیلی میره بالا بعد شما هیچ چیز مثبتی میبینی الان تو این نسل جدید بعد از جنبش سبز برای اینکه کسایی که رفتن به روحانی رای رو دادن آیا فکر میکنی این ملت شما خود رای گفتی رای نمیدم و اینا آیا فکر میکنید که این ملتی که رفتن به روحانی رای رو دادن گول خوردن دوباره ببین من اسمش رو میذارم امید داشتن حالا قشنگتر از گیم گول کنم شما امید ندارین من به آقای روحانی امید ندارم بعد این تغییری که شما در ایران دوست دارین ایجاد بشه از چه طریقی باید ایجاد بشه اگر از طریق انتخابات نیست از چه طریقی آخه ببینید واقعا شما تصور که انتخابات یعنی انتخاباتی که شما درش حتی من فرض کنم آقای روحانی 100 درصد اصلاح طلب آیا تونس اون که میگه انجام بده نه هونه. اصلا کار ندارم من, من نقطه نظر شما رو میپرسم شما اگر که به چند از چند راه میشه تغییر ایجاد کرد انقلاب جنگ رژیم چینج نمیدونم حالا و انتخابات یک راهشه اگر شما انتخابات رو قبول ندارید چه راه دیگه رو پیشنهاد میکنید اتفاقی که الان داره در خلیج ایران میفته علی متحریچ چه پدیده ایه من از شما میپرسم من حالا بخ... منم مثل احمد نژاد من سوال کردم ببینید علی مطهری پدیده که از درون نظام بسیار از افراد دارن میفهمن این سجا... ببین ممکن طرف نگه نظام سرنگون بشه به. من منم اصلا با کلمات بازی نمی کنم گمان می که امروز ناطق نوری کجاست امروز آقای واعظ تبسی کجاست اینها هیچکدومشون دیگه پشت آقای خامنه به اون معنا نیستن یعنی از درون نظام داره یک ریزش انجام میشه ممکنه طول بکشه اما این خیلی امیدوار کننده است من نمیخوام بگم پس شما این نشستین عقب که نظام خودش از درون بپاشه من نشستم عقب من دارم هم... من معتقدم همین حرفی که من و شما میزنیم بسیار از افرادی که الان پشتوان نظام هستن از پشت نظام خال... میبره کنار برای اینکه بسیاری از اونهایی که از نظام حمایت میکنن نه راند خورن نه ساندیس خورن نه منفعتی میبرن من یه بار توی برنامه گفتم گفتم ببین میگن اینا که اومدن راهپیمای ساندیس خورن بسیارشون که اومدن بیچاره یه ساندیس هم گیرشون نمیاد اونا که طراحی کردن ده تا کارخونه ساندیس هم بشه سی سیر بشن بسیار از این آدم آدمایی که روی اعتقاد رفتن یعنی تصور میکرد اگه بچه‌ش شهید شد بچش میره بهش این هم اجر میبره اگر امروز به خاطر کمبود دارو سکوت میکنه در درگاه خدا معجوره اگر اون آدم ها بفن... و اونها حمایت از جمهوری اسلامی میکنن شما باور کنید قوام جمهوری اسلامی سردار نقدی و آقای مرتضوی راندخار نیست به همین مردمیه که بیچاره خونشون رو میدن و جانشون رو میدن و میگن فدای جد آقا فدای بل. آقا فدای راه آقا بسیار از که من شما میزنیم باور کنید رو مردم اثر داره حالا اون دیگه قضاوتش به من نیست سوال آخر من از شما باید اینه که راضی هستی از زندگی الان اینجا؟ بعد این اینجا و اینا راضی هستی از زندگی؟ خیلی سخته اینجا شما هم داره زندگی می‌کنید می‌دونید اینجا زندگی س... از زندگی بخواد اینجا و اونجا نه زندگی همه جا همه جا سرنه حالا تو توی ایران ای؟ واقعا امکان رانت خوری بیشتره آدم شانس بیاره مثلا گوجه فرنگی شما س... رانت می‌خورید نه از میگم 3 کیلو گوجه تو خونه‌اش خریده باشه فردا سه برابر میشه می‌فروشه بعد خرج روزش در میاد <تصفح> اینجا این اتفاق نمی‌افته یعنی واقعا تو ایران من اگر رانت می‌خوردم مطمئن باشید الان کیهان الان... اینا ولم نمی‌کردن هیچ چیز من پیدا نکردن که بگم خدا رو شکر شاید من بی عرضه بودم نمی‌دونم اما گناه بزرگتر از رانت داشتیم و اینکه خیلی فکر می‌کردیم باهوشیم و دیر فهمیدیم این گناه بزرگتر... آقا شما آدم باهوش هستید نه اصلا. این فکر. گناه بزرگتر از رانت خوریه ولی به هر حال اینجا واقعا با تلاش باز من کاری ندارم به کسانی که ثروت خیلی کلان دارن ولی از اون به پایین که میایید مردم با تلاش و هستن بله خدا رو شکر اگه من یه سوال دیگه بکنم از شما و اون که گفته که اومدین از ایران بیرون و خیلی آن چیزی که خارج از ایران دیدی رو تاثیر گذاشت و باعث شد که موازیت تغییراتی ایجاد چه چیز مهمترین چیزی که این مثلا در آمریکا در آمریکا بودین از اول یا کشور دیگه من 8 ماه انگلیس بودم و بعد اومدم اینجا آره در انگلیس و اینجا مهمترین چیزی که دیدین برای شما تاثیر گذاشت از فرهنگ آمریکا یا انگلیس از لحاظ سیاسی فرهنگی هر چیزی مهمترین چیزی که شما تاثیر گذاشت باعث تغییر شد در انگلیس و آمریکا یک چیز مشترک دیدم با اون که واقعا بالاترین حد کشور رو همیشه تمسخر کرد میشه این تمسخر چیز خوبی از نظر من برای سیاست مداران بله از انتقاد باید گذشتیم موقع خود آقای خمینی هم گفت بود انتقاد بلکه تخته موجه پیشرفت است ولی دیدیم که انتقاد هم نمیشه کرد در آمریکا چیزی اضافه شد واقعا اینجا من دیدم عموم مردم از دروغ خیلی بدشون میاد خیلی برام مهمه از دروغ بدشون میاد اینکه اصلا ما در ایران دروغ نمیگیم چون اگه دروغ بگیم جهنم یعنی یک اصل اخلاقی برامون نیست از ترس جهنم دروغ نمیگیم اگه نگیم که میگیم تازه یعنی سر جهنم هم کلا بزنیم اما اینجا واقعا دیدم اکثر مردم از دروغ بدشون میاد خیلی بر من ارزش داره من احساس میکنم یه بنده خدایی به من گفتش که تو آمریکا میشه آدم کش و زندان نرفت ولی میشه دروغ ولی نمیشه دروغ گفت و زندان نرفت مرسی بایدی تشکر